ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران. سلام، جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در این شماره از برنامه میپردازیم به موضوعات روز، همچون برنامه های دیگر موضوعات روز در ایران و آنچه که در عرصه منطقه و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. خبرها در ایران بسیار است. خود شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید، پیامدهای گرانی نان رو در زندگی شاهد هستید. اما آن سوتر، وامهای چندین میلیارد تومانی، چندین هزار میلیارد تومانی، فساد مالی که سر به میلیاردها دلار زده است، حیف و میل از سفره مردم ایران همزمان با گرانی های روزافزون. اشرافیتی که در جمهوری اسلامی رواج دارد، اتومبیل های نزدیک به 1 میلیون دلار و آنچه که در خلوت حاکمان در ایران میگذرد، به روایت اسناد و مدارکی که حتی در رسانه‌های دولتی در ایران منتشر شده است، و نیز اختلافات داخلی در میان جناح‌های حکومتی در ایران بررسی می‌کنیم. در گفتگو با آقای علی اکبر امیدمهر، دیپلمات پیشین ایران، که بعد از مدت‌ها غیبت با من و شما هستند در تفسیر خبر در دانمارک، و در همسایگی دانمارک در سوئد استکهلم آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای امید مهر گرامی در دانمارک، سلام به شما. سلام بر شما و بینندگان برنامه شما در جای جای دنیا، به خصوص هموطنان گرامی در مام وطن ایران. و همینطور سلام به شما آقای اعتمادی عزیز. سلام خدمت شما جناب چلنگی، به همکارانتون، به جناب امید مهر عزیز و بینندگان برنامه شما. خوشحالیم که آقای امیدمهر رو بعد از مدت ها دوباره میبینیم. البته چون مدت نسبتاً طولانی بود، تشخیص بسیار ساده است که خوشبختانه چهره بشاشتر و شادابتری دارن. من پیش از برنامه جویا شدم، گفتم که از همزبانی و همراهی و همکلامی و همبازی با نوه های عزیز هست که من زنده باشن و پاینده و همه نوه های جهان و آینده خوب و تندرست و شادی داشته باشن نوه های شما و همه نوه ها و فرزندان همه مردم جهان. آقای امید مهر گرامی، اما متاسفانه بسیاری از فرزندان، بسیاری از کسان در ایران دسترسی به مواد اولیه رو ندارن، از نرفتن به مدرسه گرفته تا مواد غذایی، تا خوابگاه، تا جایی که میخوابن. ما کودکانی رو میبینیم که در گوشه خیابونها شب رو به روز میارن، روز رو به شب میارن، و اون طرف ما میبینیم الان گزارش منتشر شده 25% مردم در خرابه ها، کوخ ها زندگی میکنن، اون ورم ما میبینیم خونه های چندین میلیون دلاری. این حکومتی بود که آقای خمینی وعده داده بود، بر دوش کوخ نشینان آمد انقلاب و ثمراتش نصیب صاحبان کاخهای جدید شد. تفسیر شما رو میشنم، علت این موضوع چیه؟ این اختلاف طبقاتی عمیق و گسترده. عرض کنم دلایل خیلی زیادی داره، از جمله عمده مشکلات مردم ایران این استش که در جایی که در 192 کشور عضو سازمان ملل متحد ارتش و نیروهای انتظامی و مسلح به هیچ عنوان در مسائل اقتصادی و فرهنگی
و اجتماعی شرکت نمی کنن. البته اگه زلزله باشه به کمک مردم بیان، سیل باشه به کمک مردم نمیان، ولی در ایران سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی اون شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران رو در دست دارن، در مسائل واردات صادرات دخالت میکنن، نبض اقتصاد ایران رو در دست دارن. قوه مجریه اگه بخواد یه برنامه ریزی بکنه به هیچ عنوان نمیتونه. مثلا آقای روحانی در بودجه اخیرش مجبور شده یک سوم از بودجه رو اختصاص بده به نیروهای مسلح. از طرفی غیر از مسئله دخالت، آمدن افرادی بر سر کار به عنوان رئیس جمهور که کفایت و لیاقت و کاردانی لازم را برای اداره مملکت تاریخی مثل ایران نداشتند. در 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد، در حالی که بزرگترین درآمد ارزی را در طول دوره‌های مشابه حتی در داخل ایران زمان آقای خاتمی و در حاکمیت گذشته مقایسه میکنیم، بزرگترین درآمد نفت رو داشتن، ولی رفتارهای ایشان با جامعه بین المللی منجر شد در پایان حکومت 8 ساله ایشان، ریاست جمهوری ایشان، دولتی را تحویل به جانشین خودشون بدن، ایرانی را به جانشین خودشون بدن که در آستانه ورشکستگی اقتصادی به خاطر حرفای گنده و بی‌حساب و غیر متعارف در اصول روابط بین الملل، تهدید همسایگان، تهدید جامعه بین المللی، به جای اینکه الان در قرن 21 بشریت به منتهای تمدن و به یک دهکده جهانی رسیده و هیچ کشوری نمیتونه جدا و مستقل از در جامعه جهانی بودن در یک جزیره جدا زندگی بکنه، اعمال و رفتار و گفتار ایشون باعث شد هم در داخل اون نهادهایی رو که نظارت داشت در مصرف بودجه همه رو تعطیل کرد، استقلال بانک مرکزی رو گرفت و استقلال اون دستگاه‌های اداری رو که نظارت داشت برای واردات و صادرات، همه اینا رو به اختصاص داد به قوه مجریه، در خارج هم حمله کرد. من آنم که رستم پهلوان است و همه این کارا باعث شد که دیگران شمشیرها رو از رو بستن. وقتی میگن که رئیس یک قوه این همه داره تهدید میکنه تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها، حتما برنامه اتمیشون منتهی به بمب اتم خواهد شد و ایشان بر اساس همین برنامه و چندین بارم حرفایی که میزنن. ببینید دنیا در همینطوری در خلأ نیست که وقتی رئیس جمهوری حرفی زد بهانه دادن، حرفایشون رو زیر میکروسکوپ گذاشتن، به این نتیجه رسیدن که باید ایران تحریم بشه. اینم نتیجه تحریم هاست. میگو اگه تحریم بشه ما خودکفا میشیم. آیا ما خودکفا شدیم؟ دولتی را که تحویل دادن با آقا، دولتی را که تحویل گرفتن دولت خوبی بود، داشت مردم به هر حال یه زندگی متعارفی داشتن، با این همه که 10 برابر دولت های قبلی درآمد داشت، دولتی را که تحویل جانشین بعدی دادن ورشکسته است در همه چیز. آقای اعتمادی، همه کاسه کوزه ها بر سر آقای احمدی نژاد باید شکست بشه، یا اینکه احمدی نژاد، بله دولت بی کفایت، بله سیاست های زیانبار، همه اینا درست، اما مورد حمایت آقای خامنه ای به خاطر روی کار موندن احمدی نژاد، هشدار، زندان، شکنجه، انزوایی که آقای احمدی نژاد ایران رو بیشتر بهش دوچار کرد، نه ایشون اختراعش کرده بود نه بانیش، آمریکا هیچ غلطی نمی کند، نمی تواند بکند، حرف آقای خمینی در دیوار نوشته بود، گروگانگیری در تهران و بقیه مسائل. منصفانه است آقای احمدی نژاد فقط آقای اعتمادی نه خیر. به نظر من سوال شما سوال بسیار به نظرم با اهمیتی است، چون که در طی سالهای اخیر و حتی پیش از اون هم بسیاری از صاحب نظران و افراد وابسته به گروه های مخالف حکومت به نوعی عامل نارسایی ها و فسادی که در جامعه ایران وجود داشت رو صرفا از جانب گروه معینی می دیدن، اگرچه
سهم گروه های معین و شخصیت هایی در طی 36 سال گذشته در به وجود آوردن این فسادها و این ناهنجاری ها بیشتر بوده به خاطر اینکه نقش تعیین کننده تری داشتن. اما واقعیت اینه که در طی 36 سال گذشته یک گروه معینی از سیاست مداران و افرادی که در تمام این 36 سال اداره و مدیریت کشور ما رو به عهده گرفتن و طبیعی است که به ظاهر بر اساس سیاست هایی که به نوعی اعمال میشه، مسئله انتخابات هر دوره‌ای هر 4 سال برای انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس سعی میکنن که در هر دوره عامل کمبودها و اشکالات و فسادی که وجود داره رو به عهده و یا به گردن گروه قبلی بگذارن، در صورتی که امروز من سعی میکنم که نمونه های از سیاست های همین دولت آقای روحانی رو بهش اشاره کنم که ببینیم تا چه اندازه دولت آقای روحانی هم در فاصله همین یک سال مرتکب همون اشتباهات و همون فسادهایی شده که در دوره به طور مثال دوره آقای احمدی نژاد هم وجود داشت. به طور مثال برداشت از صندوق توسعه ملی که همین یکی دو روز پیش اعلام شد که دولت آقای روحانی هم مانند آقای دولت آقای احمدی نژاد از بودجه صندوق توسعه ملی معادل 4 میلیارد دلار و یه مقدارم بیشتر پول برداشت کرده بدون اینکه اطلاعی به مجلس حتی بده، بنابراین خودسرانه و برخلاف قوانینی که خودشون وضع کردن، قوانینی که در دوره دولت آقای خاتمی وضع شده بود که این پول رو نمیباید به اصطلاح مورد استفاده قرار داد. اما جالب اینجاست در ادامه صحبت‌های جناب امیدور و پرسش که مشخصا از ایشون کرده بودید اینه که آقا یا واقعا فسادی که امروز در ایران حاکمه فقط از سوی سپاه پاسداران و سرداران سپاه که اعمال میشه؟ و جالبتر از اون که همین روزهای اخیر ما میبینیم در ایران همایشی برگزار میشه با حضور آقای روحانی رئیس جمهور در رابطه با مبارزه با فسادی که در جامعه وجود داره و بعد ایشون در اونجا سخنانی رو به صورت کلی مطرح میکنن که من میبینم که در شبکه‌های به اصطلاح عمومی نقل قول‌های از آقای روحانی میشه که گویا آقای روحانی نسبت به این فسادی که در جریان هست اعتراض دارن و قصد دارن که اون فساد رو از بین ببرن. اما پیش از اینکه اشاره بکنم به این موضوع و وارد این صحبت بشم میخوام دو تا نقل قول رو از طرف رهبر آیت الله خامنه‌ای و همین جور آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی در رابطه با این همایش خدمتتون عرض کنم. این کوتاه بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید. کوتاهه. آقای خامنه ای میگن که من نمیدونم شما با این همایش چه معجزه ای میخواهید بکنید. کاملا مفهومه. یعنی کاری نمیتونید بکنید. آقای لاریجانی رئیس دستگاه قوه قضایی هم میفرمایند که مسئله مبارزه با فساد با حرف و با به اصطلاح قوانین قضایی رو نمیشه جلوش گرفت. باید کار فرهنگی کرد. 36 ساله یه عده‌ای اومدن در مملکت ما گفتن حکومت قبلی فاسد بوده، ما اومدیم شما رو به ارزش‌های انسانیتون برسونیم. چندین نسل در طی این 36 ساله آمدن و رفتن، هنوز مقامات ارشد این حکومت و این نظام میگن که ما باید هنوز کار فرهنگی بکنیم تا فساد از بین بره. فسادی که امروز در جامعه اون حکومت در ایران وجود داره بر اساس آمار و بر اساس تحقیقات بین المللی که کشور ما ایران به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست هیچگاه پیش از انقلاب اسلامی چنین وضعیتی رو نداشته. یعنی حکومت مذهبی، حکومت اسلامی با ادعای رهبری اون آیت الله خمینی اومده بود که مردم ایران رو به ارزش‌های انسانیش برسونه، یعنی اونها رو تبدیل کرد به فاسدترین کشور جهان. خب اتفاقا تکه‌ای از حرف آقای خمینی رو ما در همینجا میشنویم درباره بهبود وضعیت زندگی مردم نه تنها اون بلکه در آخرت هم. بر اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را.
آقای امیدمهر بخشی بود از صحبت آقای خمینی و تأکید بر اینکه ما نه تنها میخوایم دنیای شما رو آباد کنیم، آخرت شما رو میخوایم آباد کنیم. و میبینیم که فساد از نظر حکومت، حکومت به جامونده از آقای خمینی این نیست که میلیاردها میبرن میارن میخورن هرچی که هست. دو تار موی بانوان بیرون باشه این از نظر اینها فساد هست و بقیه مسئله. یه نکته این هست، یک نکته من برگردم به حرف پیشین. ما از بعد از انقلاب آقای امیدمهر سه رئیس جمهوری مطلع داشتیم، یکی آقای بنی سعد، دومی آقای میبخشید رجایی، که این دو میدونیم چه اتفاقی افتاد. در آقای بنی سعد ناچار به ترک کشور شد و آقای رجایی هم در عملیات انفجاری کشتش. سومین رئیس جمهوری غیر روحانی یا غیر معمم آقای احمدی نژاد است. خیلی بر این اعتقاد هستن، نه اینکه آقای احمدی نژاد گلی به سر این ملت یا مملکت زده، ابدا، که الان که دورش گذشته چنان بلایی بر سر این بابا آوردن و تمام چیزها را کانالیزه کردن به این دوره 8 ساله که میگن در جهنم عقربهایی هست که آدم به مار قاشیه پناه میبره، حالا این مثاله، که همه باز همچنان اعتماد کنن به همین ملایان حاکم. و در این فضا هست که آقای رفسنجانی مثلا چهره سازندهی دیده میشه، آقای خاتمی 8 سال کشور در دستش بود باز چهره قابل اعتماد، یا آقای حسن روحانی و بقیه. گویی که همه این آقایون نبودن که در دوره آقای احمدی نژاد ساکت بودن حداقل یا حمایت کردن. به واقع مسئولیت این وضعیت فعلی کی هست آقای امیدمهر؟ اعدام ها، عدم امنیت، گرانی، فقر فزاینده و و و بقیه مسئول، چپاول های میلیارد دلاری کی هست؟ عرض کنم شما واقعا به اون رگ حساس مسئله بدبختی فعلی مردم ایران از کجا بودیم به کجا رسیدیم گذاشتید و جان کلامم اینجا هست که ما یک حاکمیتی داشتیم، اون حاکمیت بر اساس حالا انقلاب یا هرچی تغییر پیدا کرد، عنوان جمهوری اسلامی ایران بهش دادن در اون رفراندوم، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، و حاصلش این شد. یعنی بزرگترین مشکل مردم ایران طی 30 چند سال گذشته دخالت دین در مسائل سیاسی و حکومت. در طول تاریخ زندگی بشر در کره زمین هر موقع دین در سیاست و حکومت دخالت کرده، پدر مردم در اومده. در قرون وسطا قدرت پاپا بود و شاههای اروپا، و چه شما میدونید و چه مشکلاتی بر مردم اروپا رفت، یا در آفریقا یا در جای دنیا، کشورهای آسیایی. یکی از مشکلات اصلی و اساسی جمهوری اسلامی این است که مذهب و دین رسما در سیاست و حکومت دخالت میکنه. بالاتر از اون یک فردی به نام ولی مطلقه فقیه در رأس هرم قدرت هست، بقیه امت حساب میشن، دستور ایشان هست. در همین مذاکرات اتمی هم قرار بالاخره به این نتیجه رسید که آقای ظریف و دیگران کاره نیستن و باید با آقای خامنه ای کنار بیان. این هست که آقای اوباما به ایشان نامه نوشت. و غیر از این، قدرت بسیار بی نهایتی است که در قانون اساسی در اصل 110 به ولی فقیه دادن. یعنی در واقع تمام قدرت‌های اقتصادی، امکانات مملکت در اختیار ایشون، در دستور ایشان هست. و ضمناً با توجه به اینکه ولی فقیه باید یه حصار امنیتی دور خودش داشته باشه، قدرت زیادی به نیروهای وابسته به خودش و منتصبین خودش مثل قوه قضاییه که باید عدالت، شما اشاره کردید به فساد، به عدم عدالت در ایران، به اعدام ها،
آقای خامنه ای میتونه یعنی بر اساس اصل 110 رئیس قوه قضاییه رو ایشون انتخاب میکنه و حریم امنیتی آقای خامنه ای هم اختزان میکنه. کسی یک ذره یا به قول شما یک تارمو از زیر این حجاب بیاد بیرون، تمام بنیاد اینا به هم میخوره. به خاطر همینم است که الان مردم ایران مشکلاتی دارن و این در حالی است که در جامعه جهانی هیچ کشوری بر اساس قوانین دینی و مذهبی اداره نمیشه. حتی اسرائیل هم در قانون اساسیش بر سکولاریسم تاکید شده و اگر اونا هم به دموکراسی منطقه تبدیل شدن به خاطر عدم دخالت در مذهب بوده. در هیچ کدوم از کشورهای دنیا در جامعه جهانی ما دولتی رو نداریم که مذهب در سیاست دخالت بکنه. البته عربستان هست، بعضی از کشورهای هاشمی‌نشین خلیج فارس هست، ولی آنچنان که در ایران هست یه تافته جدا بافته‌ای در یه جامعه بین‌المللی که اونا یه حرف دیگه‌ای میزنن، قوانین اصول روابط دیگه‌ای دارن، اینا یه حرف جدای دیگه و بازگشت به گذشته به 14 قرن پیش و احیای اون قوانین در ایران در منطقه بسیار مهم خاورمیانه که شاهراه انرژی دنیاست، کشورهای اروپایی و غرب، اهم از گاز و نفت و مسائل دیگه، و برخورد ایدئولوژی ها در اونجا، برخورد مذهب ها و اقوام در اونجا، در صورتی که ایران که به عنوان قلب خاورمیانه یک زمان کشتی سرخ محسوب میشد و یک کسی جرأت اختلاف و ایجاد اختلاف و جنگ هم نداشت، در ایران اگر یه حاکمیت سکولار دموکرات مبتنی بر حقوق بشر شکل بگیره، تمام این مشکلات مردم ایران، مردمان منطقه، مشکلات جهانی در رابطه با برخورد با رژیم جمهوری اسلامی ایران از بین میره. آقای اعتمادی، در همین شرایط هست که به نظر میرسه و بسیار معتقد هستن که این قرزدن ها، اشاره به دور در لفاف صحبت کردن ها که پاسداران به اصطلاح طرف دیکتاتوری میرن یا رفتن یا هر چیزی، یا اشارات در لفافه به حیف و میل پول مردم، واقعا اینا ناشی از اختلافات درونی هست که بین جناهای مختلف وجود داره و نه دلسوزی بر اساس مساله ملی و مساله ملت و مردم. تفسیر شما رو میشتم چنینه؟ جناب چلنگی، من واقعیتش اینه که ما باید یک دارالمعارف، یک دیکشنری جدید باز بکنیم تا تمام جملات و عناوین و مفاهیمی که سران این حکومت از جمله آقای روحانی هم به کار میبرند رو یه بار دیگه معنا بکنیم. واقعا دعوای بین اینا بر سر چیست؟ اینی که اینا میان همدیگر رو افشا میکنن. من در رابطه با همین همایش اخیری که برگزار شده در رابطه با مسئله فساد، آقای روحانی جمله معروف داره، میگه آقا اونایی که پول دارن، تفنگ دارن، امکانات تبلیغاتی دارن، سایت ها رو دارن، من کامل ترش میکنم، تلویزیون دارن، رادیو دارن، نشریه دارن، اگر همه اینا به دست یک گروه خاص متمرکز بشه فساد به وجود میاد. بسیاری از طرفداران آقای روحانی میگن که آقای روحانی داره سپاه پاسدارانه میگه. بسیار خوب، فرض برای میگیریم که آقای روحانی کشف تازه‌ای کرده. 30 ساله که همه ماها داریم میگیم، همون موقع که آقای روحانی رئیس شورای امنیت بود در مجلس شورای اسلامی ایران، مگه ما اپوزیسیون این حرفا رو نمیزد؟ مگر همین افشاگری ها روشنگری ها رو نمیکرد؟ به کجا کشیده شد؟ همین امروز دولت آقای روحانی چه کار میکنه؟ در تعیین بودجه سال آینده 28,000 میلیارد تومان، یعنی نزدیک به 50% بودجه نیروهای دفاعی نظامی و امنیتی کشور رو بالا میبره. اگر آقای روحانی معتقده که اونایی که تفنگ و اسلحه و تلویزیون و رادیو و سایت و نمیدونم نفت و گاز و همه چیز رو در اختیار دارن، اینا یه نیروی فاسد هستند، چگونه است که برای پردرآمدترین نهاد سیاسی و نظامی و اقتصادی در کشور 50% بودجهشون از بودجه دولت هم برای سال آینده بیشتر در نظر گرفته میشه؟ اینا شریک دزدند و یار غافله. حالا این ضرب المثل یادم رفت به طور دقیق بگم، رفیق غافله. من منظرت بخوام رفیق غافله. دعوای اینا بر سر اینه که این ثروتی که متعلق به مردم ایرانه رو
چطوری بین خودشون تقسیم بکنن. واقعیت اینه که نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد برای مردم کشور ما و برای کشور ما سالهاست اختیارش در دست نیروهای سپاه پاسدارانه، در دست این نهاده. اگرچه تمام این منافع نمیتونه یک بار در دست اینها باشه و به جیب اینها بره، برای هر دوره ما در هر 4 سال دولتی رو میبینیم سر کار میاد، بودجه رو در اختیار داره، پول رو در اختیار داره و این کشور رو به هزار بدبختی و فشارهایی که روی اکثریت جمعیت مردم و حقوق بگیران میاره رو به نوعی اداره میکنه. بنابراین مسئله این نیستش که چون سپاه پاسداران تمام اختیار در دست داره، طرف مقابل اینا یک جریان سالم بیگناه به اصطلاح پاکیست که قابل اعتماده. به هیچ وجه اینطور نیست. اینها همشون از روز اول تبدیل شدن به گروه های مافیایی و برای غارت ثروت مردم ایران با هم رقابت داشتن. این رقابت برای غارت ثروته، نه برای بهبود وضعیت مردم ایران. امروز کودکان ایران، شما اشاره کردید در دوره اول صحبتتون با آقای امیدمهر، وضعیت تغذیه ایران کودکان ایرانی 43% و 7% کودکان ایران الان سوء تغذیه دارن. کوتاهی قد کودکان ایران در دوره کنونی نزدیک به 21% رسیده که تمام اینا در اثر سوء تغذیه است. آینده نسل ایران، این بچه‌ها تا 20 سال دیگه تا 18 سال دیگه تبدیل به آدمای کامل میشن که تو این جامعه باید زندگی بکنن. همه اینها از لحاظ تغذیه و از لحاظ به اصطلاح سلامت در معرض خطرات جدی قرار دارن. کدوم از این مقامات این حکومت برای بهبود وضعیت طبیعی و به اصطلاح سلامت این بچه‌ها کوچکترین برنامه‌ای رو ارائه دادن؟ بنابراین یک دروغ محض بزرگه که ما فکر بکنیم که دعوای بین جناح‌های درون این حکومت به خاطر حفظ منافع مردم کشور ماست. دروغ بزرگه آقای امیدمهر. بله، من واقعا فرمایشات جناب اعتمادی رو تایید میکنم و در واقع نوعی جنگ زرگریه. بسیار اصولا من موقعی هم که در وزارت خارجه کار میکردم، در نمایندگی کار میکردم، با گوشت و پوست و استخوان خودم حس میکردم، در صورتی که حالا به صورت بخشنامه رسمی یا قانون نوشته شده در جامعه نبود، ولی همون موقع هم که در ایران بودم، در مأموریت ها بودم، به این نتیجه رسیده بودم، من و همفکرهای من در وزارت خارجه که انتقاداتی داشتیم و بعد مخالف بودیم، که آقای خامنه ای سران و هفته ای میبینه مأموریت اینا را بهشون میگه به عنوان ولی مطلقه فقیه، یکی یه حرفی میزنه، یکی مخالف اون میزنه، یه جنگ زرگری هست که جنگ زرگرها با هم دیگه دعوا میکنن که کلا سر مشتری بذارن. الان هم جنگ زرگری، مثلا حاکمیت گذشته، حاکمیت فعلی که بیشتر مردم ایران رو در تحت استثمار قرار بدن، و اتفاقا این جنگ زرگری از لحاظ سیاست خارجی هم بسیار به دردشون افتاده. همون رو که در داخل استفاده میکردن طی 30 و چند سال، دیدن گفتن خب بیان اینو در خارج هم در مورد مسئله اتمی هم این کار رو بکنیم. حتی در مسئله اتمی هم الان میگن که آقای ظریف میگه که آقا شما به ما یه امتیازی بدید. در مورد اصولگراها در مجلس اینو میگن، سپاه این حرفو میزنه، برای اینکه من دهان اونا رو ببندم بگم اینو به خارج از کشورم صادر کردم و جزء سیاست مادر آقای خامنه ای برای اداره مملکت شده. بله آقای امیدمهر، فرصتی از شما بپرسیم این نکته رو. سفارتخونه ها یا نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از ایران، اینها آیا شما اطلاع دارین که نقشی داشتن یا دارن الان در پولشویی مسئولان جمهوری اسلامی؟ چون این میلیارد ها دلاری که جابجا میشه، آقایون به اونور میبرن. ببینید، همانطور که در مورد آقای فرجی، اولین فردی که به عنوان وزیر علوم معرفی کرد آقای روحانی، دیدیم همهش این نیست که در داخل ایران و در داخل نظام دیوان و ددام دارن حکومت میکنن. آدم هایی هم هستن که سرشون به بدنشون میارزه، یعنی گردن به بالا فکر میکنن، عمل میکنن، دلسوزن، از کوچکترین منفعی که پیدا میکنن به نفع مردم میخوان واقعا کار بکنن. من دیدم در وزارت خارجه، دیدم، من به ظرف قاطع میگم همکارای من در وزارت خارجه، اونایی که
از دانشکده سیاسی فارغ التحصیل شدن، دیپلمات کاریری هستن، همه اینا درد من و شما رو در مورد ایران و ایرانی دارن، ولی اونایی که از سپاه، از بیت رهبری، از حوزه علمیه توسط روحانیون معرفی شدن، کم سوادن، تاریخ و اندیشه سیاسی رو نخوندن، تاریخ دیپلماسی رو نخوندن، وزارت اطلاعات فرستاده، اونا حرفی رو میزنن که آقای خامنه ای میگه دستور دستور اونه و اون داره اجرا میکنه. و بنابراین تردیدی نیست، یعنی همونطور که خود شما اشاره کردید ایرانیانی هستن هر منفذی در هر جا پیدا کنن، کوچکترین منفذ با هزاران گرفتاری که وجود داره سعی میکنن منشأ خدمتی باشن در همه جا، در تمام وزارتخونه ها هست بدون تردید. اما خود شما اشاره کردید کسانی که آمدند بدون تحصیلات، بدون تجربه، بدون تناسب با چنین شغلایی، ببینید از بس اتفاق افتاده عادی به نظر میاد. ارتش ایران رو عملا از کار انداختن، منحل نکردن، بعد زمینه فراهم شد، کسانی رفتن به جنگ که هیچ تجربه‌ای نداشتن، پاسداران، کسانی که حتی سربازی نرفته بودن و یک شبه شدن تیمسار، سرتیپ، عرض کنم خدمتون وزیر شدن، وزیر دفاع شدن، آقای شمخانی رئیس نیروی دریایی، همه شغلا رو گرفت و بعد منت این قضیه رو بر سر ملت ایران گذاشتن و آمدن این سو به غارت، یعنی غارت که ما جانفشانی کردیم که نکرده بودن، بسیار بودن عزیزانی که رفتن برای مملکتشون، حتی برای اعتقادات دینیشون رفتن، با صداقت کشته شدن، از بین رفتن و بسیارشون الان در بستر بیماری هستن و هیچ رسیدگی لازم به اونا نمیشه از نظر پزشکی. متاسفانه چنین شده. من هدف سوال من این بود که چنین کسانی در وزارت خارجه، چون میلیاردها دلار رو سر از کانادا یا جاهای مختلف سرمایه گذاری حتی در بخشهایی از همین آمریکا هستن، ما میبینیم. بله متاسفانه جناب چالنگی این فرمایش شما کاملا درسته، ما حتی سند و مدرک هم داریم در اختیار روابط عمومی وزارتخانه هایی که با اونا در تماسیم، از طریق کمپین اسپارتاب گذاشتیم و متاسفانه اخیرا هم شنیدیم تقریبا حدود 2 دهه بود که مسئله صدور مواد مخدر از طریق کوریر سیاسی، پست دیپلماتیک، به علت اینکه در فرانسه و در یونان پست دیپلماتیکی رو باز کردن و دیدن که مواد به اصطلاح افیونی درش هست، هروئین درش پیدا کردن، اخیراً چون با مشکل بودجه مواجه شدن همه این کسایی که دیپلمات کاریری نیستن و از وزارت اطلاعات سپاه وابسته به روحانیت و بیت رهبری هستن، اینا قبض، یعنی نبض این قاچاق مواد مخدر، پولشویی و به دست آوردن پول را دارن. این پولا رو عمدتاً در بودجه سری نمایندگی ها کار میکنن، بودجه سری سپاه، بودجه سری وزارت اطلاعات، انواع و اقسام ادارات و نهادهای در خارج از کشور هستن که از طریق ارتش سایبری 30,000 نفرهشون ایجاد اختلاف بکنن بین من و شما به عنوان اپوزیسیون، آدرس های غلطی دادن و ما رو به بیراهه فرستادن، اصل قضیه فراموش بشه. من یک خاطره خیلی سریع بگم چون مربوط میشه به این به ماجرای ارتش و سپاه و همینطور وزارت خارجه. در تلویزیون پس از انقلاب که من یکی از اعضای نماینده کارگردانان و برنامه‌سازان تلویزیون بودیم و به رسمیت نمیشناختن، نه اینکه کمیته قبل از در جریان انقلاب که اعتصاب را انداخت، پس از انقلاب تقریبا 1.5 سال بعد و به رسمیت نمیشناختن مدیریت وقت تلویزیون به هیچ وجه، مگر در موارد ضروری دست به دامن میشدن، آمدن نشستن در اتاق کارگردانان با ما نمایندگان، آقای مهدی کفایی، آقای سعید نادری و کسان دیگه هستند که من اسم نمیبرم به دلایل خود دوستان هستن در ایران میدونم، و صحبت کردن. آقای کمال خرازی وزیر خارجه بعدی، اون موقع رئیس خبرگزاری پارس،
و مسئول تبلیغات جنگ، آقای محمد بهشتی اصلاح طلب و آقای فخرالدین انبار. گفتن بچه ها میتونن به جبهه برن، ما میخوایم برن به جبهه. گفتیم به هر حال بچه ها مایل هستن برن جبهه های جنگ فیلم بگن، بله، و آزادانه عمل بکنن. گفتن خیر، به هیچ وجه، به یک شرط میتونن برن که در اونجا آنچه رو که بهشون دیکته میشه از طرف سپاه پاسداران بگن. ارتش، گفتن خیر، ارتش فقط باید نشون داده بشه مزاحم هست ارتش، ارتش ایران. حرفی که به ما زده شد، این حرف رو بعدن من جلوی آقای کمال خرازی در زمان وزارت خارجش در اقادیر مراکش گذاشتم و در شرم الشیخ گفتم نتیجه اون سیاست های شما همین بود که در جنگ بالاخره جام زهر رو سر کشیدید و نتیجه این شد که امروز این سپاهیان چنین شدن که میبینید، رهبران سپاه میلیاردرها. آقای اعتمادی عزیز، با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر همراه با میهمانان برنامه در اسکندیناوی. تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی عزیز، ببینید این وضعیت کنونی ایران، حاکمیت کنونی ایران، سیاست خارجی داخلی هر چی که هست، خیلی بر این اعتقاد هستن که این ضعف باعث شده که ایران به مرور به وسیله‌ای به اصطلاح برای چه میگن، به کارتی در دست حکومت‌های بزرگ، دولت‌های بزرگ قرار بگیره، همچنان که در دست دولت روسیه است. بر سر میزهای مذاکره داد و ستدها با همتایان خودشون در عرصه سیاست بین المللی، شما چطور میبینید؟ طبیعیه به دنبال اون بحثی که در مورد فاسد بودن این حکومت در رابطه با مسائل داخلی خودش داشتیم، اینه که هر حکومت فاسدی میدونه که نمیتونه به قدرت مردم کشور خودش تکیه بکنه، بنابراین تلاش خواهد کرد با وابستگی و سرسپردگی به قدرت‌های بزرگ بین‌المللی بقای خودش رو به نوعی حفظ بکنه. حکومت اسلامی ایران واقعیتش این استش که در طی 36 سال گذشته با ارتباطات نزدیکی که با کشور روسیه و چین به نوعی از لحاظ اقتصادی و نظامی پیدا کرد، این وابستگی نسبتاً شدیدتر بود و ارتباطش با غرب یک ارتباط و یک نیاز غیر قابل اجتناب بود. تکنولوژی پیشرفته، صنعت پیشرفته و احتیاجاتی که داشت در تمام عرصه‌ها او رو وادار میکرد با کشور غربی در ارتباط باشه، اما این وابستگی و سرسپردگی همچنان برای تعادل، برای حفظ تعادل قدرت در برابر به اصطلاح غربی ها رو هنوز سعی کرده حفظ بکنه. بنابراین به همین دلیل، به دلیل فاسد بودن این حکومت و سرسپردگیش، این وابستگی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و ادامه این وابستگی به رشد فساد دامن خواهد زد و به دلیل اینکه غربی ها به این حکومت و به این نظام کنونی به هیچ وجه اعتماد ندارن، نتیجه تمام سیاست هایی که با این رژیم، چه در رابطه با مسئله دخالت هایی که جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه‌ای میکنه، چه در رابطه با کوشش رژیم برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای، تمام اینها بهانه‌های بسیار جدی است که غرب فشار خودش رو بر روی حکومت اسلامی ایران تا همین امروز ادامه داده و علارغم اینکه در اینجا و آنجا مانورهایی هم شده در این مورد، اما این فشار و این بدبینی نسبت به حکومت اسلامی از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا هنوز همچنان باقی است و بحران کنونی هم که در ایران روز به روز داره شدت پیدا میکنه نتیجه همین به اصطلاح بی‌اعتمادی های کشورهای غربی نسبت به حکومت اسلامی است و متاسفم از اینکه بگویم که در ماهای آینده با توجه به وضعیتی که الان ما درش به اصطلاح درگیر هستیم، یعنی حکومت اسلامی ایران عملا باش درگیره، این بحران و این فساد و این فشار هم شدت بیشتری پیدا کرد. اگه کوتاه بفرمایید، سرسپردگی منظور شما
دقیق تر بفهمیم ممنون میشم. سرسرپردگی از این جهت که همونطور که عرض کردم جمهوری اسلامی ایران به دلیل روابط نظامی، به دلیل روابط اقتصادی، مشارکت در تمام امور به اصطلاح معاملات اقتصادی که از طرق غیر معمول انجام میگیره، با کشورهایی مانند روسیه، معاملاتی که با چین داره و بازار ایران رو تبدیل کرده به اصطلاح به یک حیات خلوت برای کالاهای چینی، اینا سرسپردگی به وجود میاره. و ضمن اینکه کشورهایی مانند روسیه و چین هم به خاطر نفوذ بیشترشون در منطقه احتیاج دارن که حکومتی مانند حکومت اسلامی رو حفظ بکنن تا بتونن پایگاه خودشون رو در منطقه داشته باشن و تا بتونن منافع خودشون رو تامین بکنن. آقای امیدوار، اما جمهوری اسلامی معتقد هستش که نفوذی که در سوریه داره، در عراق داره، اخیرا در یمن جای پای پیدا کرده و همینطور در مسئله فلسطینی ها و اسرائیل و نیز در لبنان با بازوی حزب الله داره، این نفوذ پردوام قدرتمندی هست که به عنوان کارت برنده‌ای در دستش بر سر میز مذاکرات با. تا چه اندازه چون این نفوذی نفوذ استراتژیک هست در و قابل دوام؟ بله، همانطور که شما در سوالتون بود، به صورت تاکتیکی از این داره استفاده میکنه و استراتژیک نیست. فقط توی پرانتز من عرض کنم، حتی بعضی از دوستای ما دیپلمات ها که خب من افتخار تدریس در دانشکده سیاسی داشتم، دانشجوهای من بودن، الان استادای من هستن، گاهگداری تماس میگیرن میگن آیا امیدمهر الان عراق مال ما، سوریه مال ما، بحرین در انقریب مال ما میشه، یمن مال ما، ما این همه قدرت در منطقه داریم، شما یکم کوتاه بیا. میگم عزیز دل من، آخه این استراتژیک نیست که. شما چشاتو ببند، کلاهت قاضی بذار، ببین که آیا واقعا آیا خامنه ای به خاطر مردم ایران داره میکنه، به خاطر مردمان منطقه و جهان داره این کار میکنه، یا به خاطر افزایش قدرت خودش. سیاست ایشون کاشتن یه دشمن فردی در اطراف برای اجرای سیاست النصر بر روب، یعنی ایجاد حکومت با وحشت در درون ایرانه، برای ادامه قدرت خودشه. اما آقای امید مهر عزیز، منظور من اینه که کاملا اشاره شما در همین مسیر هست. خب این نفوذ به هر حال هست، اما تا چند روز قابل دوامه؟ یعنی یک موقعی هستش مثلا میفرمایید که فرض کنید چین با ویتنام روابط داره استراتژیک، این سالها ادامه داره و نفوذ داره یا هر چه که هست، یا چین با پاکستان روابطی داره بیش از نیم قرن این روابط پابرجا است و برای داد و ستد سیاسی هم دارن. به هر حال اینی که حکومت کنونی ایران در عراق نفوذ داره، در سوریه نفوذ داره، این میشه روش حساب کرد برای طولانی مدت یا نه فردا دری به تخته بخوره پاسدارا باید بساطشون جمع کنن بیان بیرون از اونجا یا چی؟ بله، به هیچ عنوان نه کشورهای منطقه اجازه خواهند داد این قضیه ادامه داشته باشه. همه این جنگ هایی که الان، اختلافاتی که در منطقه است، جلسه ای که در ریاض بوده به قطر دوحه رسیده، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه نظامی دارن میبندن، مگه میذارن؟ مگه که جمهوری اسلامی ایران از زمانی که در ایران حاکمیت پیدا کرده به قول جناب اعتمادی از 36 سال پیش، بزرگترین کارش و بزرگترین ضربه‌ای که به مردم ایران و مردمان منطقه زده ایجاد اختلاف با همه همسایه هاست. ما با همه همسایه هامون مشکل داریم، بنابراین این گرفتن در عراق نفوذ داشتن، در سوریه نفوذ داشتن، در نمیدونم غزه نفوذ داشتن، این یک کار موقتیه و هرگز دوام نخواهد آورد، هم مردمان منطقه نخواهند گذاشت. این نوعی صدور انقلاب اسلامی مردم ایران، چه فایده از این انقلاب اسلامی دیدن که به عراق صادر بشه، به سوریه صادر بشه، به یمن و بحرین صادر بشه؟ کاملا موقت تاکتیکیه و به محض اینکه تقی توب بشه
تمام اینا برمیگرده، یعنی عراق و سوریه و بحرین و یمن در مقابل این رژیم میستن، به علت اینکه در طول تاریخ چیزی به نام جمهوری اسلامی در ایران حاکمیت نداشته و یه همچین روابطی با همسایه ها نداشته و همچین کشورگشایی در منطقه نکرده. این جمهوری اسلامی ایران است که برای صدور انقلاب دخالت در عراق میکنه، دخالت در سوریه میکنه، دخالت در از طریق حوثی ها و انصار الله در یمن میکنه و در بحرین میکنه و این دوام نخواهد آورد. بعد از اینکه مدتی گذشت تبدیل به جنگ و تبدیل به حلقه محاصره تنگتر شدن خواهد شد. امیدوارم منتقدین شما و شاگردان پیشین شما که به لطف و بزرگواری شما استادان کنونی خودتون خوندین به این نکته توجه کنن و این گفته شما رو بشنون. خیلی امیدواریم چون این باشه. اما برگردیم به قول علما به بحث شیرین فساد، فساد مالی. آقای اعتمادی، من چند خبر رو همینطور به طور فشرده، اینکه رئیس کل بانک مرکزی گفته فساد اخیر بانکی از 85 تا حدود عرض کنم از سال 1385 تا سال 1391 اتفاق افتاده. این تاریخ‌ها رو چیز کرده به اصطلاح همین دوره‌ای که باز به احمدی نژاد مربوط میشه و میگه به تقریبا حدود 70 میلیارد تومان بوده. یه همچه چیزی دوره زمان 7 تا 10 روزی یا در اکثر 2 هفته‌ای سرعتشو داره، در 2 هفته اینقدر بوده. آقای زنگنه وزیر نفت که خود ایشون هم متهم هست در معاملات نفتی پیشین، به هر حال صاحب آلاف علوفی شده و بسیاری سعی کردن ایشون رو تطهیر کنن، ایشون هم گفته که آقای زنجانی 7000 میلیارد تومان پول کشور را خورد. بله. و کسی دیگه هم در اونجا گفته، رئیس سازمان بازرسی کشور گفته آقا فساد 12000 میلیارد دلاری چیز مهمی نیست مال دوره آقای احمدی نژاد، اینو اینقدر سیاه نمایی نکنید. یه عده باز این حرف زدن. حرف من اینه، چرا اینو پیگیری نمیشه آقای اعتمادی؟ ببینید، یه در شخص در تاریخ شیعه یک نفر هست، برادر امام اول شیعیان به اسم عقیل، که این بنده خدا آبروش همین ملایان حکومتی ایران بردن در طول تاریخ شیعه. گفتم من اینو بارها اومده، از برادرش تقاضای یک کمک مالی کرده بود، گفت خلیفه است پای افزاری چیزی پولی بگیره. نابینا بود، دستش رو بر آتیش گرفت که آقا شما میخواین من در آتیش جهنم بسوزم وقتی تحمل این نداری، من از بیت المال به شما نمیدم. این روایت بارها و بارها هزاران بار بر منبر گفتم و آبرویی برای این عقیل نگذاشتن که بنده خدا نابینا از برادرش خلیفه خواستار کمک شده بود. اما همین ها که اینا رو گفتن میلیارد ها دلار حیف و میل، و چرا پیگیری نمیشه؟ چرا آقای بابک زنجانی و باند بابک زنجانی و و و بقیه، چرا هر کدوم از همدیگه به سبک هفتیرکشای داچ سیتی در فیلم های وسترن پرونده های قطور دارن؟ علت چیه آقای اعتمادی؟ جناب چالنگی، من فکر میکنم آقای روحانی و دولت آقای روحانی شعور مردم کشور ما رو به شوخی گرفتن. شما کافیست به همین مطالبی که خود اینا در همین روسا دارن مطرح میکنن توجه کنید و ببینید تا چه اندازه این حکومت سرتاپا دچار فساده. به قول جناب عالی، در طی این سالها چندین نمونه از اختلاسهای کلان و چند نمونه شو، ما که از همین اختلاسها که اطلاع نداریم، که چند نمونهش وقتی مطرح شد رهبر گفت آقا کشش ندید حالا این مسائل رو. حالا آقای روحانی اومده کشش داده، دولت آقای روحانی اومده کشش داده، گفته آقا 12000 میلیارد تومان دیگه باز اختلاس شده. اما شما یه دونه اسم میبینید از طرف آقای روحانی، از طرف دستگاه قضایی، از طرف دستگاه های مسئول که بگن آقا این 12000 میلیارد و مثلا این 5 نفر فرد معین حقیقی حقوقی درش دست داشتن. میگن 20 نفر رو دستگیر کردیم، فعلا 17 نفر اونا به قید ضمانت آزاد شدن، 3 نفرشون هم در حال بازجویی هستن. خب چگونه میشه این فساد رو جلوش رو گرفت؟ جناب چالنگی، شما و بنده و آقای امید مهر امروز در این کشور غربی زندگی میکنیم، اینجا اگه یه سیاست مدار
از کارت اعتباری که در اختیارش گذاشتن یه روزی اگه یه جا گیر کرد استفاده بکنه برای خوردن یک وعده غذا، اگر کفشش تو خیابون پاره شد ناگهان برای رفتن مثلا بر سر یک مأموریتی، پول خودش همراه نداشت، از اون کارت اعتباری استفاده کنه یه جا کفش برای خودش بخره. اگر از این کارت پول تاکسی بده به یک جایی که مورد به اصطلاح در مورد مسئله خصوصیش بوده، او رو میارن تو روزنامه و میارن تو رادیو تلویزیون استیصاش میکنن، آبروش رو میبرن و به اصطلاح از دادن مسئولیت دولتی برای سالیان سال محروم میشه. ما در کشورمون ظاهرا چند تا کارمند بانک دور هم میشینن 12,000 میلیارد تومان اختلاس میکنن، آب تکون نمیخوره. آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تو همین جریانات گفته که بله اومدم بابا میخواستن تماس بگیرن میخواستن به من پولی بدن و بنده نرفتم، قبول نکردن، سر ملاقات نرفتن. یا وزیر دارایی میگه آقا اومدن توی پارکینگ وزارتخونه 1 میلیارد تومان گذاشتن تو ساک بدن به من ولی من قبول نکردم. یعنی چی؟ یعنی اینا همه سابقه داره، یعنی اینها این مملکت واقعا باور بفرمایید در هیچ کجای دنیا 200-300 سال پیش هم اینطوری نبود. در بیابانهای تکساس که هیچ قدرتی وجود نداشت برای کنترل اون تکساسی ها، اون هفتیرکش ها به این صورت غارت نمی کردن اموال هم دیگر رو. خب آقای اعتمادی در سخنهای پیشین خودشون به نکته اشاره کردن، در این سخنان نیز من تکمیل کنم، این فقط جنبه خبری است که تنها حکومتی در دنیا هست که رهبر اون حکومت یک شخصیت مذهبی است. این شخصیت مذهبی بودن به عنوان شخصیت مذهبی بازداره حکومت میکنه، نه اینکه کسی مذهبی هست و داره رئیس دولتی است و نخست وزیر یا رئیس جمهور است، نه، به عنوان این چون فقیه هست در اونجا، حالا هست یا نیست بس دیگه است. و شاید هم آقای امید مهر زمانی رسیده که الان روحانیت آقای خامنه‌ای هم 95 میلیارد زیر نگین داره، شاید الان موقع اینه که روحانیت آقای خامنه‌ای بقیه به مردم خمس و زکات بدن، نیست همچی چیزی؟ بله. من واقعا جناب چرنگی همیشه فکر میکنم که چرا از روز اول این که این رژیم سر کار اومده همش فساد و تباهی و جنایت بوده، آخر سر عقلا به جایی نرسیده. همین دوستان به من گفتن که آقا قرار امام زمان زمانی ظهور بکنه، فساد و تباهی و کشت و کشتار دنیا رو بگیره، اینا ایران رو به این ترتیب خراب میکنن که آقا ظهور بکنه. واقعا کارهایی که اینا میکنن اصلا عجیب غریبه. این همه فساد وقتی آدم به یه خانواده در ایران زنگ میزنه اصلا به سیاست هم کاری نداره، واقعا آدم گریهش میگیره. آخه مگه میشه این همه پول و درآمد؟ کشور ایران ثروتمندترین کشور از لحاظ منابع زیرزمینیه، کشور ایران از لحاظ استراتژی جغرافیایی سیاسی بهترین منطقه است، بیاد و در این فقر و بدبختی این را غرق بشه مردم میگه. سپاسگزار هستیم آقای امید مهر عزیز، با سپاس از شما و با امید به اینکه در برنامه های آینده با ما و بینندگان برنامه تفسیر خبر باشید. و سپاس آقای اعتمادی گرامی، هر دو مهمان عزیز ما در همسایگی هم در اسکاندیناوی، سوئد و دانمارک. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران دراک، دلاهو، تفتان و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، تندرستیتان پایدار باد.